با سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من نیلوفر مولایی با برنامه با خبر امروز دوشنبه اولین روز فروردین ماه سال 1401 21 ماه میلادی مارس در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. همزمان با مخالفت نخست وزیر اسرائیل به جمهوری خواهان آمریکا با حذف سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی، حوثی‌های مورد حمایت ایران بار دیگر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کردند. آمریکا می‌گوید این حملات با اطلاعات و امکانات ایران انجام شده. بحران انسانی در ماریوپول در ادامه تجاوز نظامی روسیه، 300 هزار نفر بدون آب و غذا در محاصره نیروهای روسی قرار دارند. مقام‌های اوکراینی پیشنهاد تسلیم ماریوپول را نپذیرفتند. یک کارخانه آمونیاک‌سازی در شهر سومی هم هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفت. همزمان با پیام تبریک فعالین مدنی و رهبران جهان به مناسبت جشن‌های نوروز، کاربران و رسانه‌های ایران به حذف سفره هفت سین در پیام نوروزی ابراهیم رئیسی اعتراض کردند. ماموران نیروی انتظامی در اشنویه هم با گاز اشکابر به مراسم غیر دولتی نوروز در آن شهر حمله کردند. و ادامه جشن‌های نوروزی در سراسر جهان. همزمان با بررسی حذف سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی از سوی دولت بایدن، حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی افزایش یافته. مشاور امنیت ملی آمریکا حملات اخیر حوثی‌های یمنی به زیرساخت‌های غیر نظامی عربستان سعودی را محکوم کرد. جک سالیوان گفت جمهوری اسلامی با نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در منع ارسال تسلیحات به یمن به حوثی‌ها موشک، قطعات پهپاد و آموزش نظامی می‌دهد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی هم طی بیانیه‌ای اعلام کرد حوثی‌ها در 48 ساعت گذشته با موشک‌های کروز ساخت ایران به کارخانه تصفیه آب در شهر الشقیق و تأسیسات شرکت نفت آرامکو حمله کردند. این ائتلاف همچنین از اقدام حوثی‌ها برای حمله به جده خبر داد و اعلام کرد یک هدف هوایی متخاصم که در حال حرکت به سمت جده بود را رهگیری و منهدم کرده. انتقاد آمریکا از حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن در حالی است که سیاست این کشور در مذاکراتش با ایران بر سر احیای برجام هدف انتقادات شدید جمهوری‌خواهان آمریکا قرار گرفته. یک عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت غیر قابل تصور است که دولت بایدن از نماینده روسیه خواسته میانجی مذاکره با ایران باشد. دان بیکن اضافه کرد خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا یک شکست بزرگ است. نیکلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل هم با انتقاد از جو بایدن توافق احتمالی برای احیای برجام را فاجعه خواند. در همین رابطه از جعفر هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر مسائل خاورمیانه پرسیدیم چرا همزمان با انتشار خبر خارج کردن نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی، حملات نظامی این گروه و نیروهای نیابتیش در منطقه بیشتر شده. این چه که واقعیت داره، این که رویکرد آمریکا در خاورمیانه دچار یک تحولات عمیقی صورت گرفته و من فکر می‌کنم از این به بعد نباید ما به حضور ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه به عنوان یک طرف درگیر جنگ با ایران یا سایر کشورها بدونیم، بلکه الان سیاست جدید کاخ سفید اینه که مبتنی بر ناپایداری در این منطقه و تلاش در راستای مدیریت این پایداری و بهره‌گیری از مدیریت این ناپایداری. قطعا سپاه پاسداران و ایران می تواند از این به بعد به جای یک دشمن برای ایالات متحده آمریکا به عنوان یک شریک تلقی بشه و ایالات متحده به نظر می رسه می خواهد از ایران به عنوان یک شریک، حداقل اگر شریک استراتژیک نباشد به صورت تاکتیک از این وضعیت بهره کشی بکنه و استفاده بکنه. در مقابل خود سپاه و ایران در این شرایط تلاش می کنند
بیشتر اظهار قدرت بکنن، از اندام و عضلات بکنن که بتوانن هم از سوی این پیغام رو به کاخ سفید برسونن که اونا از این اهلیت و این توانایی برخوردارن که میتوانن یک شریک خوب برای منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه باشن، و از یک سوی دیگر هم سعی میکنن به سایر کشورها چنان فشار بیارن که این کشورها یا تسلیم اونها بشوند یا حداقل چنین ممانعتی نباش از سوی اونها و بپذیرن این واقعیت که ایران خودش یک قدرت بسیار تاثیرگذار در منطقه هست و سرنوشت منطقه توسط ایران تعیین میشه. من فکر میکنم این رویکرد کلی هست، اما در خصوص حملات به عربستان باز حوثی‌ها هم دنبال اینن که با ایجاد شکاف عمیق‌تر میان ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی تلاش میکنن که عربستان رو منزوی بکنن. توضیحات جعفر هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، گفت به نظر میرسد قرارداد اتمی با ایران به همین شکل کنونی امضا خواهد شد و او نمیتواند به جز اظهار تأسف کاری کند. بنت این قرارداد را قراردادی بد برای اسرائیل توصیف کرده. نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفت کشورش باید ببیند که در کجا میتواند از ایستادن در برابر آمریکا نتیجه بگیرد و فقط در چنین شرایطی در برابر واشنگتن بایستد. به گفته او دولت اسرائیل برای مقابله به امضای این قرارداد به یک تور جهانی نخواهد رفت، چرا که چنین اقدامی را مؤثر نمی‌داند. همزمان کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از مقام‌های عربستان سعودی می‌گوید روابط عربستان با ایالات متحده در دوران دولت بایدن به دلیل سیاست واشنگتن در مقابل تهران دچار بحران شده است. به گفته این مقام ها دولت بایدن حوثی ها و سپاه پاسداران را از فهرست گروه های تروریستی خارج می کند و از توقف فروش تسلیحات به ما سخن می گوید، اما زمانی که نفت گران می شود از ما می خواهد که تولید خود را افزایش دهیم. از همکارم اشکان صفایی درباره جزئیات گزارش کانال 11 اسرائیل درباره ناخرسندی کشورهای عربی از دولت بایدن پرسیدیم. بله، خب کانال 11 از قول افراد پرنفوذ در خاندان سلطنتی عربستان این گزارش رو مطرح کرده. اونها به کانال 11 گفتن این نمیشه که آمریکا بیاد در واقع از ما مدام انتقاد بکنه، بخواد حتی سلاح به ما نفروشه، حوثی ها رو از فهرست تروریستی خارج کنه، بخواد همین کار رو با سپاه بکنه و بعد وقتی نفت گرون شد بیاد و از ما بخواد که در واقع تولید نفتمون رو افزایش بدیم. گفتند که این عصبانیت محدود به عربستان هم نیست، بلکه کشورهای دیگه عربی حاشیه خلیج فارس هم در واقع دارن تلاش میکنند که آمریکا سپاه رو از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نکنه. و به کاخ سفید گفتن شما چطور میتونید اطمینان بکنید به وعده ایران که گفته اگر خارج بکنید نام سپاه رو ما به تنش آفرینی در منطقه رو در واقع کم میکنیم. توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم رو میشنیدید. مقام‌های اوکراینی میگویند اولتیماتوم روسیه برای تسلیم شهر محاصره شده ماریوپول را نمیپذیرند و هیچ وجه حاضر به تسلیم نیستند. روسیه پیشنهاد کرده بود در صورتی که مدافعان اوکراینی سلاحشان را بر زمین بگذارند و شهر بندری ماریوپول را تسلیم کنند، مسیرهای انسان دوستانه برای خروج شهروندان را باز خواهد کرد. بنابر تخمین‌ها حدود 300 هزار نفر بیش از 3 هفته است که در شهر بندری ماریوپول بدون آب و برق در محاصره نیروهای ارتش روسیه قرار دارند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند ارسال کمک‌های انسان دوستانه به ماریوپول با شکست مواجه شده و این شهر در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد. بمباران یک کارخانه تولید کود شیمیایی در شهر سومی در شمال شرقی اوکراین باعث نشت آمونیاک در این شهر شده. مقام‌های اوکراینی خبر دادند با وجود نشت آمونیاک تبادل آتش با ارتش روسیه همچنان ادامه دارد و انتشار گازهای سمی جان شهروندان غیر نظامی را به خطر انداخته است. در ادامه تجاوز نظامی روسیه حمله به مرکز غیر نظامی اوکراین افزایش پیدا کرده است. شب گذشته یک مرکز خرید در کیف هدف حمله قرار گرفت و تا کنون دست کم 6 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های اوکراینی خاموش کردن آتش و بیرون کشیدن جسدها ساعت‌ها به طول انجامیده است. ارتش روسیه تا کنون موفق به محاصره کیف و اشغال این شهر نشدند، اما بر طبق ارزیابی‌های اطلاعاتی بریتانیا
احتمال می‌رود که مسکو در هفته‌های آینده برای محاصره این شهر اقدام خواهد کرد. همانطور که پیشتر هم گفتیم، وضعیت انسانی در شهر بندری ماریوپول در اوکراین وخیم است. نزدیک به یک ماه است که ساکنان این شهر در محاصره ارتش روسیه اند. مواد غذایی رو به اتمام است و ارتش پوتین نه راه تخلیه شهروندان را باز گذاشته، نه اجازه می دهد کمک‌های انسانی به منطقه فرستاده شود. اوکراین هم حاضر به تسلیم این شهر در برابر مسکو نشده. نیلوفر رستمی گزارش می دهد. حمله مجدد روسیه به شهر بندری ماریوپول. بمباران مدرسه‌ای که در آن 400 نفر پناه گرفته بودند. بیشترشان زنان و کودکان. و صدها نفری که جان خود را در دست گرفته و از پناهگاه‌های شهر می‌گریزند. زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این حمله را جنایت جنگی خوانده. محاصره ماریوپول و آنچه در آنجا انجام گرفت جنایت جنگی است. انجام این کار با یک شهر آرام، کاری که اشغالگران انجام دادن، وحشتی را به بار آورده که تا قرنها باقی خواهد ماند. رئیس جمهور اوکراین برای چندمین بار تکرار کرد که آماده مذاکره با همتای روسیه خود ولادیمیر پوتین است. در مقابل، وزارت دفاع روسیه از سربازان و داوطلبان مسلح اوکراینی در ماریوپول خواسته تا تسلیحات نظامی را زمین بگذارند و شهر را تحویل دهند. در این شرایط، اوکراین همچنان از آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا کمک می‌طلبد. کمکی که تا به حال به ارسال سلاح و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه محدود شده است. اسرائیل اما در همین حد هم به یاری اوکراین نرفته است. روی کردی که موجب انتقاد علنی زلنسکی از این کشور شده و پرسیده چرا از اوکراین حمایت نمی‌کنند. همه در اسرائیل می‌دانند که موشک‌های دفاعی آنها بهترین و قدرتمندترین در جهان است. همه می‌دانند که سلاح‌هایشان خیلی قوی است. همه می‌دانند که شما کشوری هستید که می‌دانید چگونه از منافع ملی خود دفاع کنید و قطعاً می‌توانید به ما هم کمک کنید. از زندگی ما، زندگی اوکراینی‌ها و یهودیان اوکراینی. در همین حال، بر اساس اعلام سازمان ملل، آمار آوارگان اوکراینی به 10 میلیون نفر رسیده. شمار عمده از این آوارگان را کودکان تشکیل می‌دهند. با این حال، هنوز تعدادی کودک در کیف و شهرهای دیگر در پناهگاه‌ها زیر وحشت بمباران‌های پیاپی کودکی می‌کنند. جنگی که معلوم نیست کی پایان می‌یابد. پاپ فرانسیس در میان جنگ، خون و وحشت، هر از گاهی از پنجره خود مردم را خطاب قرار می‌دهد. او در آخرین حصارات خود جنگ روسیه را نفرت انگیز و غیر انسانی خوانده که زودتر باید تمام شود. نیلوفر رستمی، واشنگتن دی سی. گزارش همکارم نیلوفر رستمی را می‌شنیدید. مراسم نوروز در ایران در حالی برگزار شد که تعدادی از فعالین مدنی و سیاسی از جمله منوچهر بختیاری، محمد نوریزاد، منیر عربشاهی و یاسمین آریانی از داخل زندان این مراسم را به مردم تبریک گفتند. همزمان طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مراسم نوروز امسال در بعضی از شهرهای کردستان با محدودیت برگزار شد. در شهر سنندج، از فعالین مدنی خواسته شده فقط در مراسمی که توسط حکومت برگزار شده شرکت کنند و به آنها تاکید شده برای برگزاری هر جشنی تهیه مجوز الزامی است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد شب گذشته یگان ویژه و ضد شورش در اشتبیه با گاز اشک‌آور به مراسم غیر دولتی نوروز در آن شهر حمله کردند. همزمان تعدادی از رهبران جهان به مناسبت عید نوروز با پیامی عید باستانی را به همه کسانی که آن را جشن می‌گیرند تبریک گفتند. جو بایدن رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن وزیر خارجه و مایک پومپو وزیر خارجه پیشین آمریکا نوروز را تبریک گفتند و همزمان نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور گروگان‌ها خواهان آزادی 4 شهروند آمریکایی زندانی در ایران شد. همزمان راجر کارستنز نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور گروگان‌ها به زندانی بودن 4 شهروند آمریکایی در ایران اشاره کرد و گفت ما به یاد باقر و سیامک نمازی
عماد شرقی و مراد طاهباز هستیم که باید بتوانند نوروز را در آزادی و در کنار عزیزانشان جشن بگیرند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و نفتالی بنت فرا رسیدن سال نو را تبریک گفتند. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل نیز با ارسال یک پیام ویدیویی به زبان انگلیسی به ایران اینترنشنال سال نو را به مردم ایران تبریک گفت. حسب سفره هفت سین در پیام نوروزی ابراهیم رئیسی به مناسبت آغاز سال نو واکنش‌های انتقادی زیادی را به همراه داشت. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با مقایسه پیام تبریک جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و همسرش در کنار هفت سین به بی‌اعتنایی رئیس جمهور به آیین و رسوم ایرانی به شدت انتقاد کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در پیام نوروزی تنگی معیشت مردم، مسئله گرانی‌ها و تورم را تلخ‌ترین موضوع سال 1400 خواند و گفت مشکلات اقتصادی علاج پذیر است ولی توقع رفع آنها واقع بینانه نیست. با توجه به حذف سفره هفت سین در پیام نوروزی ابراهیم رئیسی، ارزیابی مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار را در این باره جویا شدیم. این داستان مقایسه رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور آمریکا، یعنی اینکه رئیس جمهور آمریکا رو از مقامات ارشد کانادا، کشورهای اروپایی، کشورهایی که ما حتی خیلی باشون سر و کار نداریم، کنار سفره هفت سین عکس میگیرن، تبریک میگن، اما رئیس جمهور ایران این کارو نمیکنه یا رهبران ایران این کارو نمیکنن، یه داستان خیلی قدیمی است. یعنی در واقع یک موضوع منحصر به فرد، شما در کشور دیگه ای نمیتونید پیدا بکنید که رهبران اون کشور با آداب، سنن و رسوم و ملت خودشون مشکل داشته باشن. یعنی شما دیکتاتور زیاد میتونید ببینید، حکومت فاسد هست تو این دنیا، مثلا کشوری و حکومتی رو پیدا نمی‌کنید که اون حکومت با آداب و رسوم خودش مشکل داشته باشه. فقط هم عید نوروز نیست، با چهارشنبه سوری هم مشکل دارن، با کوروش هم مشکل دارن، با عرفان ایرانی هم مشکل دارن، با آهنگش نمیدونم 6 و 8 ایرانی، با رقص ایرانی هم مشکل دارن. اساساً به حکومت روحانیون و روحانیون با اون چیزی که به نام فرهنگ ایرانی می‌شناسیم، تمدن فلات ایرانی می‌شناسیم، پیشینه و تاریخ ایرانی می‌شناسیم مشکل دارن. مشکل هم از مدرسه شروع میشه، با حذف نام شاهان، با حزب نام سلسله های مختلف، تا به صدا و سیما ایران میرسه که یک دستگاه کاملا ایدئولوژیک هست. طرفداران آقای رئیسی البته در چند ساعت اخیر اینجوری استدلال کردن که مثلا رئیس جمهور قبلی حسن روحانی هم کمتر با هفت سین عکس انداخته، فقط سال 97 بوده. منتها فرقی نداره، از نگاه بیرونی فرق زیادی بین آقای روحانی یا ابراهیم رئیسی حداقل در این موضوع وجود نداره. فکر می‌کنم که دور جدیدی از مقابله با فرهنگ ایرانی شروع نشده، این ادامه همون نگاه بدبینانه، نگاه تنفرآمیز روحانی سنتی به فرهنگ ایرانی است. توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن را میشنیدید. سالی که گذشت سالی پرحادثه در عرصه سیاست ایران بود. سالی که در آن با برگزاری سردترین و غیر رقابتی ترین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 شد. رئیسی اگرچه نتوانسته در ماه‌های گذشته گرهی از مشکلات مردم باز کند، اما سخنان نقضش برای لحظاتی لبخند را بر لبان ایرانی ها آورده است. مجتبی پور محسن به مناسبت سال نو روایتی طنزگونه دارد از آنچه در سال 1400 در ایران گذشت. آن مرد آمد. آن مرد در سال 1400 آمد. با مشق کلمه ها و ترکیب های تازه. یعنی نگاهشون به کاری تبلیغاتی پرپکانی. آن مرد از مدرسه آمد. من از جناب آقای رئیس سوالم اینه که شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات 6 کلاس سواد دارید، در سالی که رهبر جمهوری اسلامی پایش را در یک کفش، یعنی همان نعلین، کرد و یک رئیس جمهور برای خودش ساخت با خارج کردن تمام بازیگران در انتخاباتی که خودش مدعی شد. البته رأی بنده با رأی یک پسر 16-17 ساله یک اندازه وزن داره، هیچ کم و زیاد نیست. البته که او میدانست حداقل سن شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 18 سال است. مگر میشد نداند؟ او که معتقد است. اما حقیقت همینه. حقیقت این است که باعث این غیرت دینی در مردم محفوظ بمونه. رئیس دولت 13 از همان روزهای انتخابات اقتصاد ایران را آباد کرد. از کاهش هزینه مردم در گروه کاهش در واقع هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مصرف. به هیچ عنوان نباید هیچ بانکی که بانک میخواد تملک بکنه موجب تعطیلی بانک بشه. و روی زبان سیاسی را سفید ساد بودند.
آقای شیخ الاسلام شهید بزرگوار، آقای شیخ توتی و بسیاری از بزرگانی که کسی که برای اقتصاد ایران وسیله نقلیه جدیدی اختراع کرد. مسکن اقتصاد پیشرانه، لوکوموتیو با خودش خیلی واگونا رو میبره جلو. او رئیس جمهور شد تا حاکمیت در ایران به معنای واقعی یک دست شود، در کنار رئیس مجلسی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی با 177 اصل استناد میکرد. اصل 194 هم مشخص کرده و نمایندگانی که چنین درکی از اقتصاد دارند و چراغ حل این مشکل در پایین آمدن ارزش، بالا رفتن ارز ملی مملکت است. به تبعیت از رهبر نظام که از کیسه خلیفه به اقتصاد درهم شکسته ایران ادعا می بخشید. کارشناس بانک جهانی هستن، اونها میگن که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه 18 هواداران رئیسی او را سید محرومان می خوانند، استعاره از علاقه او به قشر نیازمند. او در ماهای پایانی سال حماسه جدید در اقتصاد آفرید و نشان داد مهمترین دغدغه‌اش چه بوده. خونه‌شون رو گذاشته بودن که اجرایی و اینا فیلم موارد بوده. شما نهار هم دادن اینجا؟ ما ساعت 2:30 اومدیم نهار خونه خوردیم. قبلی ها خوردن نهار؟ این سابقه مشخص کرد که اون نه تنها نهار بلکه دغدغه تمام وعده‌های غذایی را داشته. انشاءالله موفق باشید. انشاءالله توفیق از خداست. شام ظاهراً بعید بدید ها. حتی ولادیمیر پوتین اگرچه آداب مهمان نوازی را به جا نیاورد و به استقبال رئیسی نرفت، اما انصافاً به مهمترین دغدغه او احترام گذاشت. Потом пообедать немножко и в более свободной обстановке. بعدا ان شاء الله بتونیم نهار میل بکنیم در فضای راحت‌تر. ویدیوهایی که شهروندان منتشر کردند مشخص کرد رئیسی مرد همیشه در صحنه بوده. فکر جور کردن زندگی هم فکر خود زندگی نیستم. داری یادم میره عشق چیه؟ شما نهارم دادن اینکه در سالی که گذشت و چشم ها از آغاز سال به نماینده 1300 و 400 روشن شد. تبریک داشته باشم آغاز سال 1300 و 400 رو به همه ملت عزیز. رئیسی که قبلا گفته بود مسئله دارد، مواد اولیه مسئله من نیست، اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه، باید فعال پیدا حضور پیدا کنن. مسئله همه مردم را همون دغدغه خودش دانست. منم در خدمتتون هستم، سر و زورم با هم میشیم نهار میخوریم. او 2 مانده به آخر سال دستور داد که فقر مطلق باید تا پایان سال ریشه‌کن شود. حالا سال به پایان رسیده و ایران هیچ فقیری ندارد تا وقتی رئیس جمهورش به فکر نهار و البته شام است. مجتبی پور محسن، لندن. گزارش همکارم مجتبی پور محسن رو میشنیدید. همزمان با ایام نوروزی بسیاری از شهرهای جهان شاهد جشن‌ها و کنسرت‌های فارسی زبانان هستند. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هم آریانا سعید خواننده افغانستانی در نخستین کنسرت از شب به یاد ماندنی را به هوادارانش هدیه داد. افسانه کابرشاه گزارش می‌دهد. اینجا در گوشه شهر دوشنبه تاجیکان مهمان ویژه دارند. آریانا سعید، بانوی آتشین افغانستان که علاقه‌مندانش را به شور آورده است. طور انتظار می رفت تالار اینجا پر شده است و اکثر حاضرین هم اینجا مهاجرین افغانستان هستند. کم پیش می آید که مهاجرین افغانستان دور هم بیایند و با هم جشن بگیرند و شادی کنند. Oh.
آریانا میگوید سالها پیش از طریق زبان موسیقی با تاجیکستان آشنا شده است، اما نخستین بار است که به دوشنبه سفر می کند. دوشنبه واقعا یک شهر بسیار آباد، بسیار زیبا، مقبول به گفته ما افغانا و مردم تاجیکستان هم بسیار مردم گرم و مهمان نواز یافتن، واقعا بسیار دوست داشتنی هستند. آریانا سعید سالهای کودکیش را در بیرون از افغانستان سپری کرد، اما در حدود 10 سال پیش به کابل برگشت و به وقت کم به یکی از چهره های تاثیرگذار زنان نسل نو افغانستان تبدیل شد. کابل امنیت درستی نداشت و آوازخوانی زنان در رسانه ها و استیج های بزرگ مسئله ساز بود، اما آریانا سعید همچنان کنسرت برگزار می کرد و مستانه می سرود. او باکی از نگاه جامعه و تهدید افراطیون دینی نداشت. اگر احساس خطر می کرد، گاهی با واسکت ضد گلوله و محافظان امنیتی به کنسرت های سال نو که در فضای باز برگزار می شد وارد شده و اجرا می کرد. من در حال حاضر به حساب تارگت طالبا بودم. طالبا در زمان این جسارت ها و تابو شکنی ها بود که او به بانوی آتشین افغانستان در میان علاقمندانش معروف شد. آریانا در سقوط کابل به سختی توانست از چنگ طالبان فرار کند. تقریبا 1.5 روز در زیر سلطه طالب، وقتی که طالب اومد ما بودم در کابل هنوز، البته پنهان بودم و خوشبختانه که روز دوم تانستیم که بالاخره با کمک اساکر امریکایی و یک تیاره نظامی امریکایی از افغانستان برایم. در نوروز سال گذشته او سرگرم اجرای کنسرت و خوشی آفرینی به مردم کابل بود، اما اکنون طالبان در آن شهر مسلط شدند و آواز زنان را خفه کردند. متاثر هستم از اینکه در وطن خود نیستم، متاثر هستم از اینکه مردم اجازه ندارن که نوروز دیگه جشن بگیرن. قلبم با مردم است، در افغانستان است و واقعا بسیار دلم تنگ است پشتشان، چون رقمی که شما گفتین هر سال در نوروز ما در افغانستان بودم. آریانا سعید اما متوقف نشد و هرچند دور از کابل، اما می سراید تا صدای زنان افغانستانی را زنده نگه دارد. افسانه اکابرشا، دوشنبه. گزارش همکارم افسانه اکابرشا را میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. عیدتون مبارک. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.